در این قسمت در رابطه با شکل سوم فعل صحبت میکنیم، یا همون صفت مفعولی. دوستان صفت مفعولی اصلا چی هست؟ توی فارسی معادل این هست که ما بگیم مثلا گرفته شده یا برده شده یا دیده شده. ببینید صفت مفعولی یعنی یک فعل رو مفعولی میکنیم، گرفته شده یعنی چیزی یا کسی که گرفته شده، یا مثلا دیده شده کسی یا چیزی که دیده شده. پس در واقع مفعول کردن فعل هست، شکل مفعولی فعل هست که در جدول افعال بی قاعده همیشه همون ستون سوم رو به خودش اختصاص میده. خب اما بسیار ساده است ساختن صفت مفعولی در انگلیسی. به چه صورت هست؟ خب برای همونطور که مشاهده میفرمایید دوستان در سمت راست، برای افعال با قاعده شکل صفت مفعولی مساوی همون شکل گذشته است. مثلا play played هست، هم گذشته و هم pp یا همون شکل صفت مفعولی. play played، call به معنی تلفن زدن یا صدا زدن called، visit ed اضافه میکنیم visited، studied به معنی مطالعه کردن studied یعنی در واقع مطالعه شده، wash به معنی شستن washed. ایدی گفتیم در زمانی که حرف آخر یکی از حروف سنگین باشه مثل ش، س، چ، اینها به صورت ت باید تلفظ بشه. وش شستن، وشت پی پی هست یا همون در واقع شکل مفعولی هست. وچ تماشا کردن و ایدی اضافه میکنیم وچت، هم شکل گذشته است و هم شکل مفعولی. اکسرسایز به معنی ورزش کردن، اکسرسایزد باز حرف ز هست حرف آخر، اکسرسایز با اضافه کردن ایدی، اکسرسایزد ایدی رو به صورت ت تلفظ میکنیم. پس دوستان برای با قاعده ها هیچ چیز جدیدی رو ما نیاز نیست یاد بگیریم، همون شکل گذشته شون شکل در واقع مفعولی شون هم هست. اما برای افعال بی قاعده باید شکل سوم رو حفظ کنیم که این رو در جدول افعال بی قاعده ما بررسی میکنیم. خب همونطور که مشاهده میفرمایید دوستان در اینجا ما تعدادی از مهمترین افعال بیقاعده رو داریم. ستون اول present یا همون شکل حال هست یا در واقع شکل ساده. ستون دوم past یا گذشته است و ستون سوم نوشته شده pp یعنی past participle یا همون در واقع صفت مفعولی. خب مثلا فعل بی که در اینجا آورده نشده، فعل بی دوستان به معنی بودن هست یا شدن که گذشتش was over بود و پی پیش دوستان هست بین. پس بی به معنی بودن، بی was over گذشتش هست و بین شکل پی پی بی هست. یا فعل هاو به معنی داشتن، خوردن، نوشیدن گذشته و پی پی هر دو had هست. get گذشته و پی پی هر دو got هست، get got got. take به معنی گرفتن، برداشتن، بردن، گفتیم بگیر، بردار، ببر. و همچنین طول کشیدن گذشتش took هست، پس took و پی پی این فعل taken هست، taken پی پی یا در واقع شکل مفعولی take هست، taken. پس take. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمی‌کنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.